سلام، به آخرین بخش از خبرهای ما در سال 91 خوش آمدید. من نازنین کاظمی هستم. سلام، من هم آوا آذری هستم. باراک اوباما در پیامی فرارسیدن نوروز را به مردم ایران تبریک گفت. جمع‌آوری ماهواره دور از شأن فرهنگ اصیل اسلامی ایران است. وزارت اطلاعات با مرخصی ژیلا بنی یعقوب مخالفت کرد. اتحادیه اروپا جزئیات بیشتری از پیشنهادات خود در مذاکرات استانبول را به ایران ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که پس از مذاکرات کارشناسی استانبول توسط مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون منتشر شده است، اعلام شده که گفتگوهای فنی در نشست دیگری در آلماتی و در تاریخ 5 و 6 آوریل به دنبال خواهد شد. بنابراین گزارش، دیپلمات‌های غربی تاکید کردند که ایران باید پاسخ اساسی به پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 در نشست آتی آلماتی بدهد. مذاکرات کارشناسی روز دوشنبه در استانبول به ریاست استفان کلمنت برگزار شد تا کارشناسان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران مواضع یکدیگر در زمینه موضوعات فنی را بررسی کنند. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران، و تحلیل ایشون رو در مورد این جلسه کارشناسی استانبول پرسیدیم که با هم میشنویم. پیشنهاداتی که روز گذشته در استانبول در اختیار نمایندگان تهران قرار گرفت، طی مذاکرات کارشناسی که کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 با ایران داشتن، نمیتونه با پیشنهاداتی که در گذشته سرفصل اونها روشن شده و در اختیار ایران قرار گرفته متفاوت باشه. طبیعتاً دست غرب و جامعه جهانی برای رسیدن به توافق با ایران به صورت بی نهایت باز نیست. در گذشته اعلام شده بود که در مقابل قطع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا در فردو و همینطور انتقال بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% از ایران به خارج، اروپا و یا آمریکا آماده دادن امتیازاتی به ایران هستند. هدف از طرح این درخواست این بوده است که اون چیزی که به عنوان خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی ازش یاد میکنن به صورت فوری از میان بره و بعد به تدریج بین ایران و جامعه جهانی به نوعی راستی آزمایی صورت بگیره. ایران در حال حاضر در حدود 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% در اختیار داره که مطابق خط قرمزی که اسرائیلی ها به صورت فرضی برای ایران ترسیم کردن، در صورت دست پیدا کردن به 240 کیلوگرم اورانیوم قادر خواهد بود به یک انفجار اتمی دست بزنه. حالا در تغییراتی که در این خواسته داده شده، ظاهرا تعطیل فردو با تعلیق فعالیت در اون جاشو عوض کرده، یعنی به صورت موقت فعلا میخوان تا یک راستی آزمایی دیگر فردو به حال تعطیل موقت در بیاد و همینطور به جای انتقال کلیه اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% در حدود 100 کیلوگرم از این اورانیوم به خارج منتقل بشه. البته این بخش اولیه خواسته های جامعه جهانی است، ولی متقابلا ایران میخواسته که امتیازات بسیار گسترده تری در اختیارش قرار بگیره، من جمله حقش برای غنی سازی اورانیوم به رسمیت شناخته بشه و همینطور تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده برداشته بشه، که البته این در مقابل اون انتظاری که جامعه جهانی از ایران داره به صورت یک بسیار باز پرداخت از نظر گروه 5 به علاوه 1 خواسته بسیار بیشتری بوده. طبیعتاً امتیازهایی که به ایران واگذار شده و انتظاراتی که از ایران می‌رفته در جلسه روز گذشته در این محدوده در اختیار ایران قرار گرفته. طبیعتاً ایران فرصت خواهد داشت در طول 2 هفته آینده نسبت به قبول و یا رد این پیشنهادات در داخل تصمیمی بگیره. در وضعیت فعلی نمیشه نه خیلی نسبت به گفتگوهای آینده در آلماتی امیدوار کاذب بود و نه میشه نسبت به اون کاملا ناامید. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار زندانی، با مخالفت وزارت اطلاعات از مرخصی نوروزی محروم شد.
به گزارش سایت جرس پس از 3 سال با مرخصی همسر خانم بنی یعقوب آقای احمدی عمویی موافقت شده است، ولی خانم بنی یعقوب هنوز از مرخصی محروم است. این 3 سال است که این زوج روزنامه‌نگار از گذراندن نوروز در کنار یکدیگر محروم هستند. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت کانون زنان ایران پس از اعتراضات خرداد سال 88 دستگیر شده و با حکم دادگاه به 1 سال حبس و 30 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شد. فائزه هاشمی از زندان آزاد شد. دختر اکبر هاشمی رفسنجانی که به عنوان اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به زندان محکوم شده بود، پس از گذراندن دوران حبس خود از زندان اوین آزاد شد. دوران 6 ماهه محکومیت خانم هاشمی در حال به پایان میرسد که پرونده دیگری نیز به اتهام اختلال در نظم زندان علیه او تشکیل شده است. 5 سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، فضای مجازی و فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی نیز بخش دیگری از حکم صادره درباره فائزه هاشمی بود که به عنوان متهم مجازات در حکم دادگاه ذکر شده است. ایران تنها کشوری است که استفاده از ماهواره در آن ممنوع است. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این موضوع بد اخلاقی ماموران انتظامی در برخورد با مردم به علت استفاده از ماهواره را دور از شأن فرهنگ اصیل اسلامی کشور دانست. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ممنوعیت استفاده از ماهواره را در قرن 21 و عصر زندگی در دهکده جهانی برای ایران بسیار بد دانست. به گفته آقای عزیزی تا چندی پیش استفاده از ماهواره در 2 کشور ایران و افغانستان ممنوع بود، اما در حال حاضر در افغانستان نیز آزاد شده است. و حالا نوبت به اخبار کارگری میرسد. در سال 91 هر روز 5 کارگر جان خود را از دست دادند. غلامرضا توکلی سرپرست وزارت کار اطلاعی از وضعیت کارگران ندارد. احمدی نژاد مصوبه برنامه درس ملی را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این مصوبه در نامه‌ای خطاب به حمیدرضا حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده است. بنابر این گزارش این برنامه پایه و اساس همه دروس بوده و به عنوان نقشه راه تمام کتاب‌های درسی، نحوه اداره کلاس، زمانبندی تدریس، شیوه‌ها و فنون تدریس قابل استفاده خواهد بود و شامل همه فعالیت‌های برنامه و فوق برنامه بیرون و درون مدارس خواهد بود. به گفته آقای حاج بابایی این برنامه که حاصل 3 سال کار کارشناسی است، مهمترین زیرنظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور است. رئیس کمیسیون آموزش مجلس تغییر رؤسای دانشگاه‌ها را برخلاف مصلحت کشور دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی زاهدی گفته است در مقطع کنونی و در حال نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری باید از ایجاد التهاب پرهیز کرد. به گفته آقای زاهدی دانشگاه تهران دانشگاه کوچکی نیست که به راحتی با آن بازی کرد و تغییر رؤسای دانشگاه‌ها موجب به التهاب دانشگاه‌ها شده و اثرات منفی آن به جامعه نیز کشیده می‌شود و در مجموع این کار به مصلحت کشور نیست. وزارت علوم دریافت نامه از رئیس جمهور مبنی بر تغییر رؤسای دانشگاه‌ها را تکذیب کرد. گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، رسول ملکفر مشاور وزیر علوم اعلام کرد هیچ نامه ای از طرف رئیس جمهوری در این رابطه وارد دبیرخانه وزارت علوم نشده است. آقای ملکفر عملکرد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور در سال 91 را عالی توصیف کرد و همه را بالاتر از سطح برنامه 5 توسعه دانست. دیروز برخی از سایت‌های خبری نامه‌ای منتسب به محمود احمدی نژاد منتشر کردند. بر اساس این نامه، رئیس جمهوری از وزیر علوم خواسته بود به دلیل رویکرد سیاست زده و غیر علمی و احیاناً امنیتی در محیط دانشگاهی، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و بیژن رنجبر رئیس دانشگاه تربیت مدرس را برکنار و افراد دیگری را به جای آنها معرفی کند.
در همین حال اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور اطلاعیه تکمیلی درباره نامه رئیس جمهور به وزیر علوم صادر کرد. به گزارش سرات در این اطلاعیه از هماهنگی رئیس جمهور با وزیر علوم در خصوص تغییر رؤسای دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس ابراز نگرانی شده است. این اتحادیه همچنین ادعا کرده است طبق بررسی‌های انجام شده توسط اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، وزیر علوم نسبت به این خواسته رئیس جمهور مقاومت کرده است. سری می‌زنیم به آن سوی میله‌های زندان. یک فروشنده VPN توسط پلیس سایبری نیروی انتظامی استان زنجان بازداشت شد. دو شهروند بهایی به نامهای مونا امری و روفیا پاکزادان از سوی نیروهای امنیتی در گرگان بازداشت شدند. 12 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با استفاده از حق مرخصی در آستانه نوروز به مرخصی آمدند. محمد امین آگوشی، معلم بازنشسته محبوس در زندان زاهدان، در نامه‌ای به مناسبت سال نو از فشارها در زندان نوشته است. بان کی مون جشن نوروز را به ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان تبریک گفت. دبیرکل سازمان ملل که شب گذشته در مراسم جشن نوروزی این سازمان در نیویورک صحبت می‌کرد، نوروز را آیینی باستانی دانست که مردم را از فرهنگ‌های مختلف دور همدیگر گرد آورده و آنها را به یکدیگر نزدیک کرده است. دبیرکل یونسکو نیز طی سخنانی عید نوروز را به همه ایرانیان تبریک گفته و ریشه اصلی نوروز را متعلق به سرزمین ایران دانسته. امسال سومین سال است که سازمان ملل در پی تصویب قطعنامه مجمع عمومی با رسمیت یافتن نوروز، روز اول فروردین هر سال را به نام روز بین‌المللی نوروز برگزار می‌کند. همزمان با فرارسیدن سال نو، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیامی فرارسیدن نوروز را به ایرانیان تبریک گفت. در متن این پیام آقای اوباما تاکید می‌کند تلاش خود را برای رفع تنش میان ایران و آمریکا ادامه خواهد داد. با هم پیام نوروزی آقای اوباما را می‌بینیم. درود. As you and your families come together to celebrate Nowruz, I want to extend my best wishes to this new spring and new year. Around the world and here in the United States, you're gathering at the Nowruz table to give thanks for loved ones, reflect on your blessings, and welcome all the possibilities of a new season. As I have every year as president, I want to take this opportunity to speak directly to the people and leaders of Iran. Since taking office, I've offered the Iranian government an opportunity. If it meets its international obligations, then there could be a new relationship between our two countries, and Iran could begin to return to its rightful place among the community of nations. I have no illusions about the difficulty of overcoming decades of mistrust. It will take a serious and sustained effort to resolve the many differences between Iran and the United States. This includes the world's serious and growing concerns about Iran's nuclear program, which threatens peace and security in the region and beyond. Iran's leaders say that their nuclear program is for medical research and electricity. To date, however, they have been unable to convince the international community that their nuclear activities are solely for peaceful purposes. That's why the world is united in its resolve to address this issue and why Iran is now so isolated. The people of Iran have paid a high and unnecessary price because of your leaders' unwillingness to address this issue. As I've said all along, the United States prefers to resolve this matter peacefully, diplomatically. Indeed, if, as Iran's leaders say, their nuclear program is for peaceful purposes, then there is a basis for a practical solution. It's a solution that would give Iran access to peaceful nuclear energy while resolving once and for all the serious questions that the world has about the true nature of the Iranian nuclear program. The United States, alongside the rest of the international community, is ready to reach such a solution. Now's the time for the Iranian government to take immediate and meaningful steps to reduce tensions and work toward an enduring long-term settlement of the nuclear issue. Finding a solution will be no easy task, but if we can, the Iranian people will begin to see the benefits of greater trade and ties with other nations, including the United States. Whereas if the Iranian government continues down its current path,
It will only further isolate Iran. This is the choice now before Iran's leaders. I hope they choose a better path for the sake of the Iranian people and for the sake of the world. Because there's no good reason for Iranians to be denied the opportunities enjoyed by people in other countries, just as Iranians deserve the same freedoms and rights as people everywhere. Iran's isolation isn't good for the world either. Just as your forebears enriched the arts and sciences throughout history, all nations would benefit from the talents and creativity of the Iranian people, especially your young people. Every day that you are cut off from us is a day we're not working together, building together, innovating together, and building a future of peace and prosperity that is at the heart of this holiday. As you gather with family and friends this Nowruz, many of you will turn to the poet Hafez, who wrote, "Plant the tree of friendship that bears the fruit of fulfillment. Uproot the sapling of enmity that bears endless suffering." As a new spring begins, I remain hopeful that our two countries can move beyond tension, and I will continue to work toward a new day between our nations that bears the fruit of friendship and peace. Thank you. And Eda Shoma Mubarak. با امید معماریان، روزنامه نگار مقیم آمریکا، گفتگویی داشتیم در مورد پیام نوروزی باراک اوباما که دعوت میکنم با هم به این گفتگو گوش بدیم. پیام آقای اوباما انعکاس چندانی در رسانه‌های آمریکا نداشت. به هر حال این خبر برای مردم داخل ایران بودش و چیز خیلی اهمیت داری هم نیست از جهت اینکه به هر حال کشورهای مختلف ایشون پیام میفرستن هر سال. و اون چیزی که به نظر مهم هست محتوای پیام هستش که آقای اوباما امسال مطرح کرد و به نظر من به هر حال در اون میشه جستجو کرد مسیری که دولت آمریکا میخواد بره با ایران در طی سال آینده. و اون به نظر مهمترین نکتهش این بودش که از به مردم ایران تلاش کرد آقای اوباما بگه که بحران هسته‌ای که مردم ایران به خاطرش به هر حال تحریم شدن و به هم حکومت ایران، این مسئله هستش که گرهش به دست رهبران جمهوری اسلامی میتونه که باز بشه و این چیزی هستش که آمریکا میخواد که به طریق دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز حل بشه. این برخلاف اون چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن که دولت آمریکا نمیخواد که ایران سول برنامه هسته‌ای داشته باشه و مخالف پیشرفت ایران هست و تحریم برای ضرر زدن به مردم ایران هست. به نظر من تلاش کرد آقای اوباما که این روایت رو بشکنه، برای که هم میخوان صلح‌آمیز مسئله حل بشه، همین که ایران میتونه انرژی هسته‌ای داشته باشه وقتی که اعتماد سازی بکنه، و همین که از رنج و عذابی که مردم ایران میبرن ناراحته و دوست داره که این مسئله به طریق دیپلماتیک حل بشه. و در نهایت به نظر من اینکه یه شعری از حافظ انتخاب کردم برای آخر یه نمادین بودش که نشون بده که آقای اوباما آشنا هست با فرهنگ و ادبیات و با دنیای شعر ایران و اینکه با اون به احترام میذاره و از اون استفاده کرد برای اینکه یه احساس نزدیکی بیشتری به وجود بیاره. به سوریه می رویم. مخالفان رژیم بشار اسد در نشست استانبول غسان هیتو را به عنوان نخست وزیر دولت موقت برگزیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هیتو از امروز مسئولیت پیشبرد دولت منتسب به مخالفان را بر عهده می گیرد. آقای هیتو پس از کسب اکثریت آرای اعضای ائتلاف با تشکر از مخالفان و قهرمانان و انقلابی های سوریه خطاب به آنها گفت: ما با شما و در کنار شما هستیم. برخی از اعضای ائتلاف مخالفان سوریه پیش از آغاز رأی‌گیری به نشانه اعتراض به آنچه آن را اعمال فشار قدرت‌های خارجی برای انتخاب هیتو می‌خواندند، این نشست را ترک کردند. با این حال، حامیان غسان هیتو می‌گویند او مدیری شایسته است که توانسته در رقابت‌های سالم سیاسی درون ائتلاف مخالفان برتری خود را بر دیگر گزینه‌ها نشان دهد و در نهایت اکثریت آرا را کسب کند. از هادی طرفی، کارشناس امور خاورمیانه، پرسیدیم دلیل انتخاب آقای هیتو چه بوده است؟ اقلیت کرد به هر حال از اقلیت‌هایی هست که در سوریه همیشه تحت ستم بوده و ما قبل از این هم شاهد بودیم که شورای ملی سوریه که عمده‌ترین سازمان مخالفان هست، رئیسش هم از میان کردها انتخاب شد که همون عبدالباسط صیدا باشه. و این تجربه سوریه رو ما داریم می‌بینیم که پیش از اون در عراق هم شاهدش بودیم. به هر حال رئیس جمهور عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین، جلال طالبان انتخاب شد که از کردها و چندین پست
کلیدی در حکومت عراق به کردها داده شد و همین تجربه برای راضی کردن و جلوگیری از افتادن کردها که همیشه تحت ستم بودن در این دو کشور به دامان گروهایی که دنبال تجزیه این دو کشور هستند داره تکرار میشه در این کشور. و از طرف دیگه رئیس جدید و نخست وزیر جدید دولت انتقالی از میان تکنوکرات ها انتخاب شد، چون سابقه اجرایی در بالاترین سطح در آمریکا داشته و تجربه کافی برای اداره امور در مرحله حساس کنونی سوریه رو داره. به هر حال مناطق زیادی از سوریه آزاد شد، به دست مخالفان افتاد و به چنین شخصیت تکنوکرات و اجرایی نیاز هست. سال بعدی ما از آقای طرفی بود که تعدادی از اعضای حاضر در این جلسه به دلیل اینکه فکر میکردن این انتخاب تحت تاثیر فشار خارجی است جلسه رو ترک کردن. دلیل این موضوع چه بوده؟ آقای هیتو که الان نخست وزیر دولت انتقالی شد، تحصیل کرده آمریکا، ازشون برای بیشتر از دو دهه در اونجا تحصیل کرده است و در شرکت‌های عمده تکنولوژی و ارتباطات مسئول بوده. از طرفی در سوریه یکی از عمده‌ترین شاخه‌های مخالفان اسلام‌گراها هستند. اینها حتی در زمان حافظ اسد، در زمان ایشون فعالیت داشتند و به هر حال جنبه‌های اسلام‌گرایی و مبارزه با نفوذ غرب در سوریه مطرح هست. اینها از این لحاظ از پیشینه ایشون به عنوان اینکه از آمریکا اومده اظهار مخالفت میکنن با نخست وزیر جدید دولت انتقالی. در همین حال از مناطق مرزی سوریه خبر میرسد جنگنده های رژیم سوریه مناطق مرزی با لبنان را هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری دویچه وله دیروز جنگنده های رژیم بشار اسد 4 موشک به مواضعی در مرز لبنان با سوریه شلیک کردند. احتمال می رود هدف این حمله شورشیانی باشند که به داخل خاک لبنان گریختند. این حمله در نزدیکی شهر ارسل در دره بوقا صورت گرفته که بیشتر ساکنان آن از حامیان شورشیان سوری هستند. هنوز گزارشی از میزان خسارات و تلفات احتمالی این حمله در دست نیست. در همین راستا ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید حملات جت‌ها و هلیکوپترهای ارتش سوریه به لبنان این اقدام را غیر قابل پذیرش خواند و گفت این نشانه از تشدید درگیری‌ها و نقض حاکمیت لبنان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با این اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد آمریکا مانع از اقدام کشورهای اروپایی برای ارسال تسلیحات به مخالفان بشار اسد نخواهد شد. آقای کری امروز به خبرنگاران اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به طور روشن و واضح اعلام کرده است از ارسال تسلیحات برای مخالفان رژیم بشار اسد از سوی فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورها جلوگیری نخواهد کرد. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه 22 مارس در پایتخت ایرلند گرد هم آمده و در مورد کمک به اپوزیسیون سوریه و لغو احتمالی تحریم تسلیحات این گروه مشورت کنند. رژیم اسد مخالفان مسلح را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کرد. به گزارش سنا خبرگزاری دولتی سوریه این حمله منطقه خان الاسد از مناطق روستایی حومه شمالی شهر حلب را هدف قرار داده است. راکت شلیک شده به منطقه خان الاسد که حاوی مواد شیمیایی کشنده بوده تا کنون 15 کشته بر جای گذاشته است. بیشتر کشته شدگان از شهروندان عادی سوری هستند. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا به بشار اسد نسبت به استفاده از سلاح‌های شیمیایی هشدار داده و از وی خواسته بودند تا کنترل بیشتری بر انبارهای سلاح‌های شیمیایی سوریه اعمال کند تا این سلاح‌ها به دست گروه‌های جنگجو نیفتد. و به عراق می رویم. بیش از 7 انفجار در پایتخت این کشور دست کم 50 کشته و 160 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز امروز یک خودروی بمبگذاری شده در اطراف بازاری پر رفت آمد و در نزدیکی منطقه حفاظت شده منطقه سبز در بغداد منفجر شد و بیش از 6 خودروی بمبگذاری شده دیگر نیز پایتخت عراق را لرزاند. در حادثه دیگر یک بمبگذار انتحاری سوار بر کامیون به یک پاسگاه پلیس در
مرحله شیعه نشین حمله کرد و با انفجار بمب شماری را به قتل رساند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای امروز را بر عهده نگرفته است، اما از آغاز سال میلادی جاری حملات مشابهی از سوی گروهی موسوم به دولت اسلامی عراق که شاخه سازمان القاعده در این کشور است انجام شده است. انفجارهای امروز همزمان با دهمین سالگرد حمله نیروهای آمریکایی و غربی به عراق اتفاق افتاده. و در ترکیه، عبدالله اوجالان رئیس حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا گفت روز پنجشنبه از حزبش خواهد خواست تا آتش بس در جنگ با دولت ترکیه را اعلام کند. آقای اوجالان تاکید کرد این درخواست گامی خواهد بود برای استقرار صلح در ترکیه. به گزارش رویترز، اوجالان که در زندانی در جزیره‌ای در دریای مرمره محبوس است، در پیام خود تاکید کرد می‌خواهد مسئله سلاح گروه پکاکا پیش از کشته شدن شمار بیشتری از مردم حل و فصل شود و هدفش از این کار استقرار دموکراسی در همه ترکیه است. دولت ترکیه مذاکرات با حزب پکاکا را اواخر سال میلادی گذشته آغاز کرده بود. هدف از این مذاکرات پایان دادن به تنش میان دولت ترکیه و کردهاست که از سال 1984 تا کنون بیش از 45,000 کشته بر جای گذاشته است. و حالا نوبت میرسه به یک جمله یک خبر. مصطفی پور محمدی: من برای زینت مجالس شدن کاندید نشده ام. جبار کوچکی نژاد: با دست این و آن را گرفتن و دم از بهار زدن بهار نمی شود. محمد رضا با هنر: مشایی گفته ما باید تا سال 1404 بمانیم. رئیس جهاد دانشگاهی واحد تهران برکنار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زهرا سادات محمدی که از سال گذشته ریاست این سازمان را بر عهده داشت، به طور ناگهانی از سمت خود برکنار شده است. محمد حسین یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی، طی حکمی دکتر احمد نادری را به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهی واحد تهران منصوب کرده است. مدیرعامل منطقه آزاد اروند پس از معارفه بازداشت شد. مهدی نیکپی هفته گذشته با حکم حمید بقایی، رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، به این سمت منصوب شده و روز شنبه 26 اسفند مراسم معارفه ایشان برگزار شده است. به گزارش سایت بازتاب، نهادهای نظارتی قبل از انتصاب وی نسبت به آن هشدار داده بودند، اما آقای بقایی بدون توجه به هشدارها مدیرعامل قبلی را پس از 7 ماه کار برکنار کرده و آقای نیکپی را منصوب کرده است. آقای نیکپی در گذشته ریاست دادگاه‌های انقلاب آبادان، خرمشهر و شادگان را بر عهده داشته و از سال 81 تا 85 قاضی دادگاه عمومی تهران بوده است. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. دفتر علی لاریجانی اظهارات استاندار قم در رابطه با پیشبینی حوادث 22 بهمن را تکذیب کرد. به گزارش خانه ملت، آقای فصیحی اعلام کرد در صورت جلسه شورای تامین استان که به صورت مکتوب و رسمی موجود است، هیچ اشاره‌ای به احتمال وقوع این اتفاقات نشده است. به گفته رئیس دفتر آقای لاریجانی، در صورت صحیح بودن ادعای مطرح شده، نهادهای امنیتی و اجرایی استانداری برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی هیچ گونه برنامه ریزی و اقدامی انجام ندادند. سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن در شهر قم با دخالت عده‌ای که علیه رئیس مجلس شعار می‌دادند به تشنج کشیده شد. پس از وقوع این حادثه استاندار قم اعلام کرد مسئولین امنیتی استان احتمال وقوع چنین حادثه‌ای را پیش بینی کرده بودند.
ایران اعتراض خود را به تصادف دیپلمات مست عربستانی به سفارت این کشور ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در رابطه با سانحه رانندگی دیروز که منجر به فوت یک شهروند ایرانی توسط دیپلمات سعودی شده بود، اعلام کرد وزارت امور خارجه از مجاری دیپلماتیک و قضایی این ماجرا را پیگیری نموده و برخورد لازم را انجام خواهد داد. بر اساس این گزارش، حادثه تصادف در اثر عدم رعایت قوانین داخلی ایران و تجاوز از سرعت مجاز و عدم تعادل راننده اتفاق افتاده است. در پی تصادف خودروی متعلق به سفارت عربستان با یک خودروی پراید، راننده پراید فوت کرده و یک آبر نیز مجروح شده است. و در آخر اینکه رئیس بسیج و سازندگی میگوید در حال حاضر کشور از لحاظ تأمین امنیت غذایی دچار مشکل شده است. مجید خراسانی با اعلام این مطلب افزود مجموعه بسیج به این نتیجه رسیده که انجام کارهای عمرانی همانند سنوات گذشته کافی نیست و اکنون که در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و کشورمان از بابت تأمین امنیت غذایی دچار مشکل است، با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، وخامت اوضاع اقتصادی مقام‌های ایران، برای جلوگیری از اعتراض اقشار کم درآمد اقدام به توزیع پول به اسم هدیه و نیز اقدامات در راستای آنچه اقتصاد مقاومتی مینامند کردند. ممنونم که با خبرهای امروز با ما همراه بودین. شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و به همراه آوا باهاتون خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار. Thank you.